این پرسش هم دارید بفرمایید. در تجربه ما خانواده‌ای که عزیزی رو از دست داده کس دیگه ای رو میگیره یا اعدام قاتل رو میبینه در حقیقت آرامشی براش نیاورده. فکر میکنم که در جوامع مدرن مردم با حکومت یک قراردادی دارن که یک حقوقشون میگذرن به خاطر نظم در جامعه، ولی در ایران ما در بعضی از موارد این کارو میکنیم، در بعضی از موارد رجوع میکنیم به اسلام، در بعضی از موارد مثلا مسائل مالی و بانک و ربا ما کاری به اسلام نداریم، هیچ مشکلی هم نیست، ولی برای این موضوع خاص به یه دلیلی تصمیم گرفتن که به جامعه مدرن نرسن. شاید برای نتیجه گیری میخوام بگم که یکی که این قصاص خاص مردمه، من راستش خیلی اعتقاد ندارم، یعنی لااقل خاص به خیلی از مردم نبوده، چون ما سال 1304 قانون جزامون دیگه قصاص و بریدن دست و این چیزا نداشت و تصویب شد سال 1304 و امضای یکی از بزرگترین مجتهدین هم که مدرس بود پای اون قانون بود و تایید کرد که با اسلام مغایرتی نداره. حتی در زمان انقلاب من به خاطر ندارم که شعارها در باره اجرای قوانین اسلام بوده یا نوشته ها، حتی وقتی که لایحه قصاص رو مطرح کردن سال 60 تظاهرات بود، بیانیه پشت بیانیه و اعتراض، این لایحه واقعا نبود. ممکنه الان با 40 سال این جا افتاده باشه، ولی اصولا دولت باید جلوتر از جامعه باشه، نه اینکه جامعه رو بکشه عقب. سپاس هم رویا برومند و عبدالعلی بازرگان مهمانان این هستند. تابو هم ساعت 11:30 صبح در ایران. رضا ولی‌زاده هستم با خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در واکنش به نامه نازنین رضاغری ردکلیف درباره قصد اعتصاب غذا در زندان در حساب توییتر خود نوشت نازنین بی‌گناه است و باید به خانه‌اش بازگردد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا میگوید دولت ایالات متحده به طور مداوم تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را ارزیابی میکند تا اطمینان حاصل شود این تحریم‌ها در راستای سیاست‌های واشنگتن قرار دارند. محمد جواد ظریف در واکنش به اظهارات مایک پومپو پرتاب ماهواره و آزمایش موشکی ایران را ناقض قطعنامه شورای امنیت ندانسته و آمریکا را به شکنی متهم کرد. نانسی پلوسی رهبر اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به عنوان رئیس جدید این مجلس انتخاب شد. دونالد ترامپ نیز روز